با مبحث کاربرد مسائل بارون در سوزیاد مبحثی که مطرح میکنم اینجا برایتون آشنایی با مسائل پیشرو یا جلوسو هست که انگلیسی واژه هم قرار دادم با واژه فارسیش که با واژه فارسیش هم آشنا باشید. مسائل فوروارد پرابلمز و مسائل قانونی که بهشون میگیم اینورس پرابلم. دسته‌بندی مسائل بارون رو توی این موضوع انجام میدیم که مسائل بارون چجوری دسته‌بندی میشن، چه دسته‌ای تقسیم میشن، ارتباطش با مسائل آماری مشخص میشه. مسائل بارون بررسی برخی از روش‌های ارائه شده برای مسائل بارون مورد بررسی قرار میدیم و هم مثال‌های ساده‌ای از استفاده از مسائل بارون در صوتیات رو مطرح. تعارفی نیاز قبل از شروع من کار کردن با مسائل بارون دونسته باشیم که مسئله جلوسو مسئله‌ای که شما شرایط مرزیتون مشخصه، شرایط اولیتون مشخصه و متغیرهای یک سامانه رو شناسایی کرده و با داشتن تمام این عوامل شما میتونید مقادیری رو برای این متغیرها به دست بیارید. این مسیر حل کردن ما میگه مسئله فوروارد یا مسئله جلوسو. برعکس اون استفاده از داده‌های مشاهداتی، یعنی با استفاده از داده‌های مشاهداتی شما بتونید مقداری برای متغیرهای یک سامانتون به دست بیارید. مسلما وقتی شما به صورت بارون مسئله رو حل میکنید شرایط مرزی ندارید، شرایط اولی ندارید و جوابتون یکتا نخواهد بود، یعنی چون محدود نکردید جوابتون رو جواب بسیاری دارید و یکی از مسائل مهمی توی مسائل بارون محدود کردن جواب نهاییه. ولی تو مسئله جلوسو شما خواص فیزیکیتون مشخص، شرایط اولیتون مشخص، یک شرایط اولی دارید و شرایط مرزیتون کاملا معلومه و برای یک متغیر از یک سامانه یک مقدار به دست میارید. مهمترین عواملی که توی مسئله جلوسو یا بارون اینورس یا فوروارد مورد اهمیت قرار میگیره تعاریفی مثل داده یا اطلاعات. اطلاعاتی که شما میتونید به دست بیارید حالا یا با استفاده از یک ابزار یا با استفاده از مشاهده در طبیعت، داده‌هایی است که شما به دست میارید و نتیجه تأثیر این پارامتر در یک سامان است. یعنی شما تعداد زیادی پارامتر دارید که تأثیر میگذاره و داده‌های خروجی رو تولید میکنه. هدف ما توی مسائل بارون این هست که از داده‌های خروجی به مقدار واقعی یا مقدار نزدیک به واقعی متغیرهای یک مدل برسید. برای مثال میشه همین مبحث اندازه‌گیری توی رودخونه رو مطرح کرد که شما اگر دو تا دستگاه فرستنده و گیرنده که ترانسدیوسر بهشون میگن دو سمت یک رودخونه داشته باشید، داده‌ای که جمع‌آوری می‌کنه داده‌های رفت و برگشت موجه. این داده‌ها می‌تونیم ازش استفاده کنیم و با استفاده از یک سری تکنیک‌ها به سرعت جریان برسیم. چرا؟ چون همواره سرعت دارن و وقتی که با سرعت جریان ترکیب میشن یه سرعت ترکیبی و خروجی دارن که بعد از یک سری آنالیز ما می‌تونیم سرعت واقعی جریان رو به دست بیاریم. حالا اگر این مسئله برعکس بشه، یعنی ما مسئلهمون پیشرو باشه، یعنی به صورت جلوسو باشه، شرایط مرزیمون مشخص باشه، مقدار اون بعد و سمت مشخص باشه، شرایط اولیه‌مون مشخص باشه، شما میتونید سرعت جریان رو به دست بیارید. دومی چیز هم متغیر یا پارامترهای مدل هست که ما ممکنه هم تا پارامتر داشته باشه به یک سامانه که براش به اندازه هم تا داده برداشت. مثالی که میشه برای زد برای متغیرها همون سرعت چگالی یا فشار یه فرض کنید سیالات داخل یک محیط مورد بررسی و برای داده ها مثالی که میشه زد اگه دقت کنید مثلا شتاب گرانشی اندازه‌گیری شده یا زمان سیر موج لرزه‌ای که ما از زمان سیر موج استفاده میکنیم تو بحث سیالات و همون بحثی که دیوی سنجی انجام بدید توی رودخونه و همون دستایی که مدل ریاضی نظریه فیزیکی اون جعبه ما هست که داده ورودی وارد این جعبه میشه، آنالیز هایی توش انجام میشه که روش های مختلفی براش داریم و یک خروجی به ما میده. اگر اینجا
جای این داده ورودی و خروجی جابجا بشه مسئله بارون شکل میگیره. مدل های ریاضی دو دسته هستن، مدل های ریاضی یا هم نظایر فیزیکی یا به صورت ضمنی هستن. اگه اینجا رو دقت بکنیم ما میدونیم یه رابطه بین داده هامون و مدل هامون وجود داره، این تا رابطه اینجا حالا با علم نشون دادم، این رابطه داریم که ما بین مقادیر داده و متغیر برقرار کردیم، ولی در این نمیدونیم رابطه دی با هم چیه. این نوع مسائل میگن ضمنی که شاید توی موازنگی باش برخورد کردیم از ضمنی. دسته بعدی مدل های نظریه سریع هستن که اکسپلیسیت بهش میگن و مشخصه که رابطه بین داده ها و متغیرهای مدل کاملا مشخصه. این رابطه بسیار در رابطه سریع میشه. مثالی که میشه براش زد به دست آوردن فرض کنید چگالی یک جسمی هست که شما دادایی که برمیدارید وزن هست، ارتفاع و طول. شما این دادا رو برمیدارید و با استفاده از اینها میتونید چگالی یک جسمی به دست بیارید. اگر اینجا سریع‌تر رد بشم، الان ما چهار تا داده داریم که دی یک همون وزن ما هست، وزن ما هست و ابعادمون هست دی دو، دی سه و دی چهار و ما به دنبال پیده کردن چگالی هست. این سبک معادلات ضمنی هست که شما بر فرض مثال که مثال ساده بود شما نمیدونید چه رابطه هایی که فقط میدونید که این تابع مساوی با صفر دارد. مثالی از مدل سریع هایی بخواییم بزنید اندازه گیری مساحت یک مستطیل که شما محیط هستید، شما با داشتن مساحت و محیط یک مستطیل میتونید به ارتفاع و طول مستطیلی که دارید پی ببرید. اینا به صورت مسائل سریع بیان میکنن که شما یک دیگه دارید و رابطتون کامل مشخصه، رابطه‌ای که بین داده ها و متغیرهای مدلتون است. ساده ترین شکل این معادلات این هست که رابطه خطی باشه، یعنی دی مساوی باشه با یک ضریبی به نام جی ضرب در متغیر مدل. این پایین اگه دقت کنید اینجا نوشتم دی مساوی است با جی ام، یعنی دیتا ها با ضریب جی با ضریب جی با متغیر در تماس است. دسته بندیشون به این شکله که گفتیم این توضیح شماتیک مسائل مستقیم که ما مقدار واقعی متغیرهای مدل رو داریم وارد مدل ریاضی میشه و برآورد مقادیری برای همون متغیرها انجام میشه. مثلا معکوس دقیقاً عکس این حرکت رو انجام میده. با داشتن داده‌هایی که مشاهداتی که داریم شما وارد مدل دیگه میشه داده‌های مقادیر محاسبه شده تون میتونید داده‌های اندازه‌گیریتون مشاهده. اگر یک مسئله رو در نظر بگیرید که به صورت مستقیم حل شده و به صورت عکس، این دوتا با هم برابری ندارن به دلیل انتشار خطایی که وجود داره. همون بحثش این که شرایط اولی و مرزی حذف میشن و حذف شدن این باعث میشه که جواب مسئله بارون انت جواب داشته باشه و هدف ما اینه که این انت جواب رو کاهش بدیم و به اون جواب دلتایی که مسئله مورد نیازش هست برسیم. دستبندی هم که داریم یکی بحث مسائل بارون گسسته است که به صورت زیگمانشون میدید توی ریاضیات و بحث مسائل بارون پیوسته که به صورت انتگرال نشون داده میشن. خب ارتباطش با آمار به چه شکله؟ در نظر میگیرید شما میخواییم متغیره یک فرض کنید که میخواییم برای مسائل بارون یک رو به دست کنید. به دلیل وجود خطای اندازگیری و عدم محدود سازی ما میان برای اینکه دقیق تر کنیم میگیم مقدار ام یک ده دهمی هست با مقدار تغییر به سمت بالا و پایین. این یکی از روش هایی که ما از آمار استفاده میکنیم این شکل که تعریف کنیم که متغیرمون دارای نویز یا خطا یا عدم قطعیت هست. تابع چگالی احتمال تعریفش تابعی هست که از که اندگرش در یک بازه معین احتمال قرار گرفتن اون متغیر رو قرار میده. هدف ما از استفاده از آمار این هست که ما داده هامون رو یک متغیر تصادفی در نظر بگیریم و با توجه به اینکه متغیر تصادفی آخر از یک تابع چگالی احتمال پیروی میکنه تو طبیعت، از بر این اساس ما بتونیم روند داده هامون رو بررسی کنیم و بتونیم با روشی که استفاده میکنیم این میزان خطاها و نویزهای داخل
داده هامون از بین ببرید. فرض کنید متغیری به نام M دارید که الان احتمال رخدادش هولوش 5ه، ولی اگر فلکچویشن یا نوسان زیادی داشته باشه شما اینجا دیگه بعد از آمار استفاده کنید و بتونید داده رو برابر کنید که یک داده مقدارش به یک نقطه کنید. حالا این مشکل رو چجوری میشه برطرف کرد؟ با استفاده از همون تابع چگالی احتمال داره که بیان میانگین های محلی رو تعریف میکنن که شما میانگین محلی باید یک نقطه رو با داشتن چند نقطه تعریف کنید و مقداری برای میانگین داده تعریف کنید. پس داده های عمومان متغیر تصادفی تبدیل میشن که توی یه سری باکس های قرار میگیرن، مقادیری بهشون داده میشه و نهایتا یه مقدار خروجی به ما گزارش میشه. این هم نمونه از تعداد برداشت ها در مقابل تعداد داده های پارامتر هست که شما میبینید مقادیر مختلفی بستگی بشه و نوسان زیاد توی مقدار باشه که داده به دست اومده.